امروز عروسی ملک قری چونغر است. خاک باده شد. والا بسیار خاک باده، بسیار قویشت. این مشکل در شاست یا مشکل در ما؟ نه مشکل در شاست. حالا که بخورم مرغ میگه دو تا تخم میته، هر تخمش هم دو تا زرده ای داره. آه شاید سه تا. پیغمبر خطبه طولانی خوان و در طی آن خطبه امیر المؤمنان را جانشین و خلیفه خود اعلان کرد. امروز چی گپ است؟ امروز عرسی ممالی. چی؟ عرسی ممالی. بس دوبان گفتیم نمیده، دیگه اینا چی کنیم؟ بیتا ساعت فی ساعت به تدرانه داره کلتا. بچه ها از طرف های خارج دیگه ایران است. بابا کمید کمک مواید نمیشه. چرا خم بچه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند. بینندگان عزیز سلام، مانده نباشین و خسته نباشین. به گزارش امشب شما را خوش آمدید میگم. داخل قریه بزرگ چونغر هستیم. امروز قرار است که قرار نیست، امروز عروسی ملک قریه چونغر است. عروسی بچی ملک قریه است. عروسی خودش نیست، کال شما نگوین. او دو تا گرفتم، او دو تا بسش است. عروسی بچه ملک قریه چونغر است و ما هم آمده ایم امی فرهنگ یا رسم و رواجی که داخل قریه افغانستان هنوزم وجود داره، اینمی فرهنگ عروسی کردن و نان توزیع کردن و نان خوردن و دست شستن و دیگ پاک کردن و اینمی گپا را از الف تا یا به شما در گزارش امشب به نمایش بگذاریم. آرزو دارم که گزارش طرف توجهتون قرار بگیره. البته این عروسی نیست، اینجا توی است. ای شاید ای را یک قسم معنا کردیم. کسایی که میرن داخل خانه او مراسم خوشی خود برپا میکنن او را توی میگیم. کسایی که میرن داخل هتل مراسم خود برپا میکنن باز او را معروسی میگم. شما دلتان که میگین نمیگین، ما خو اموطور یک چیز گفتیم که بین که بریم ببینیم توی بچه خانه یا ملک قریه چونغر را با هم یک جا ببینیم. همینجا به این بهانه یک شکم پلاوا میخوریم.
دوستان شما دیدین که رسم و رواج نان توزیع کردن و نان کشیدن و همه چیز بسیار خوب جریان داشت، اما بدبختانه چنان خاکباد شد، چنان شمال شد که اصلا ما را فرار داد. در یک جای گوشه آمدیم که در اینجا شمال کمتر، والا یک ذره شمال رسی کمتر شده. بیشتر خود دیدیم که حتی خیمه چپه شد. بیچاره داخل کسایی که نان میخوردن، اونا اگر یک غوری نان میخوردن، نیم غوری نان بیچاره خوردن، عاجل فرار کردن. خب مردم رفتن داخل اتاقا، در اونجا مصروف نان خوردن شدن. اینال بین که ما و شما هم بریم یک لقمه نان بخوریم، دوباره بر میگردیم ببینیم که ادامه گزارش خود از چگونه میتونیم ترتیب بکنیم. وضعیت آب و هوا خمار خراب ساخت. از گذشته ها گفتن نه، روز عروسی کس بارندگی میشه که او در دوره مجردی خود زیاد تادیگی خورده. این شام حتما اونم رقم یک کار کرده که نزده نمی معامله را خراب کردن. این قدر باران خود کم کم میاله، این قدر گرد و خاک باد زیاد بود. تمام نظم بر هم زد زمانی که خاک باد شد. ما ببینین اینجا هیچ کسی نمان، بیشتر در روی تاجیر بود و اینجا کسایی که یکی پلاو میکشید، دیگه گوشت میکشید، دیگه شکفته میکشید و نفر دیگه هم چپس میماند و نان میماند، یک نفر دست میشد و یک سر و صدایی بود که شما قبلا دیدین. اینال بیاین با بازماندگان خاکباد گپ بزنیم. حدوداً 3 دهه پیشتر از امروز حتی نام گرفتنش کار درست نیست. جنگای بیادرکشی که در کابل بود، در اون زمان یک پشتون نمیتونست در یک منطقه هزاره نشین بره و یک هزاره نمیتونست در منطقه پشتون نشین بیایه. اما امروز جای بسا خوشی است که در یکی از قریه های کاملا پشتون نشین، تعداد زیاد کارگرانی که در پالیزا کار میکنن، در فارمای بادرنگ کار میکنن، در دهقانی کار میکنن، برادرای هزاره ما کار میکنن و اینا امروز آمده بودن اینجا نان خوردن و چند دقیقه پیشتر از اینجا رفتن. این گپ بسیار خوشی از بر تمام ملت افغانستان. حتی چند نفرش هم هستن که کار میکنن. اینا رو بیاین که بریم پیششون. دوباره دیگه های برنج هم گپ میزنیم البته. یک کس را پیدا کنیم که بگوی برای ما یک دیگ پلاو، ای دو دیگ پلاو و ای سه دیگ پلاو و آشپز هستی؟ یا 4 دیگ یا 5 دیگ یا 6 دیگ کنوز را میبینین؟ اینه برین مانده، بیاین ببینین کدامتون میبینین. اینه شما ببینین، هنوز هم پلاو مانده باش که روش صحیح پود کنیم، خاک موک نگیره. حالا چند دیک شد؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 یا 7 دیک. اینی هم اینه بیخی سربسته مانده، با او هیچ ضرورت پیدا نشده. آشپز هم میگه که من هستم. السلام علیکم. بیشی بیادر، بیشی جان منجور قراریست؟ آشپز هستی؟ بله سر. امی آشپز تو آشپز هست، یکی آشپز و چایکایش هست نه؟ یکی هم کتهش هست، کلانشان. خودت کدامش هستی؟ من اردوش هستم. خلیفه هم داشتی از خود کده کلان؟ این برادرم هست. خب برادر هستی؟ ما برادر 3-4 تا هستیم، آشپز هستیم. خب چند تا آشپز بود امروز؟ امروز 2 آشپز بودیم. 2 آشپز بودیم. چند سر بار کده بودین؟ 31.5 سر. 31.5 سر. هر دیگه ما چند سر برنج می برد؟ اصلا خود دیگه 5 سر است. 5 سر است. شما چند سر بار کردین؟
ما دیگه نمی نو بجیر تقسیم اف دیگه تقریبا چه خب به حسابی شبان حاله یک دیگ چرا زیاد مانده؟ نفر کم آمد؟ نفر خاکباد شد کلی پس در خود رفت کلی پس خانه خود چی خاکباد شد؟ والا بسیار خاکباد بسیار قوی شد این مشکل در شاست یا مشکل در ما؟ نه مشکل در شاست مشکل در شاست نه؟ میگن کمو تا دیگی بخورن باز ای گپا میشن ای گپا آسمان نبر میکنم یه بار خاکباد میشن چند سال است راستی آشپزی میکنید؟ ما خودم از این بابا کلان آشپز هستیم آشپز خیلی هستین شما؟ آشپز خیلی هستیم از کدام منطقه هستین؟ ما از این منطقه هستیم از این چونغر هستیم؟ از این چونغر هستیم چونغره اینو؟ چونغره ایم پختو خبری کوایی کنه؟ من پختو هم فارسی، اصلا فارسی زبان هستم خود این منطقه فارسی زبان کی هست؟ هست اون خانه مبال هست، ما یک خانه فارسی زبان هستیم یک خانه. دیگه کلش پشتون؟ دیگه کلش پشتون هست والله بشکت هست خوب پلو و مزدار زنده باشه این قابلی پلو میگن؟ بله سبا مگر امی قابلی پلو ازبکی نبود؟ نه همتو این ساده بود به گوشت بتنی گوشت ننخته بودیم خب این باز ما قابلی پلو ازبکی نه قابلی پلو افغانی میگن قابلی پلو ازبکی، قابلی پلو ترکمنی، قابلی پلو افغانی، قابلی پلو ازارگی سه چهار پنج تاست این رقم هست من که امروز این طرف جیدیم که میخوردم مزه داشت اما قوارج باز او رقمی بود که گفتم برات باز پیسه مایسه خو میتنن شما میتن چهار نمیتن میتن قرضکانی خو نمیکنن نه یک میگه یک دکبت ماجیره نه عجی خوب آدم هست عجی گل آدم هست بسیار گل آدم هست خدافز ماجیره من شاید 14 یا 15 سال پیش دیده بودم حال براتان نشان میتم که آجی کی هست آجی ملک قریه چونغر است من 15 سال پیش دیده بودم کمک تارای ریشش سفید بود اینم تو ملاده اول میگشت حال که دیدم اونمو تارای ریشش که سفید است اونمو تارای ریشش که سیاه است تا هنوز هم اونمو رقم است من این قبچه بودم فکر میکنم شاید صنف چند مکتب بودیم این ریشه من کم سیاه شد سفید شد سرم هم کم سفید شد اما این اونمو تو تکله که بود اونمو تو تکله است بوله ما اونجا است مانده نباشین من را قبل تبته خوب از خیریت قراری جرمان جرد باش اول از این شروع بکنیم بیایی شما هم نزدیک بیایین تصویر شد داشته باشیم خوب است انشالله خوش شکر ولد خوش نام چی او بیده؟ موسا موسا جان این قوری اوغو است نه؟ اوغانا است دیجا به قول شما شما از کجا آمدین؟ چی میکنین؟ چطور آمدین؟ ما از برچی آمدین از خود برچی؟ از قلنه ها چند بجا آمده بودین امروز؟ پنجینیم بجا پنجینیم سو؟ آه خب ایجا چی وظیفه داشتین؟ این می ظرفا رو مشیدیم کار میکردین؟ آه امی چند ساله هستین شما؟ سی ساله او جنگا خو یادت نمیه نه؟ جنگا که بود یک زمانه نه بخواه این جنگا رو شنیده بودی نه؟ شنیده خود باره جنگا چیز نه؟ نمیخوام دیگه نه دیگه شنیده کردیم آه در او جنگا هیچ ازری نمیتونست در این منطقه بیایه و هیچ اوغو نمیتونست در منطقه شما بره امروز اینقدر برادری ماکم است که هیچ مشکل وجود نداره نه؟ این امروز روی از امروز شما چطور بود؟ خوب بود دیگه خوب صحیح؟ ما چند سال میشه که اینجا میهیم دیگه امروز از مردم رابطه داریم؟ شناس هستیم ما یکی اندیوال شده این؟ آه دیگه دیگان آروسی مارسی ویگه پا خو میرین بدون کار هم میرین؟ آه میرین یعنی مرده و زنده دارین؟ آه طلب منم میرین خوش هستین؟ آه خوشیم باشیم نام چی بود؟ موسا جان بسیار تشکر یک نفر دیگه فرار کرد از پیش ما چی شد؟ بیا دیگه نه خونه کن تو کارو هم روی ما بیا که ما پیش خودت آمدم سلام علیکم خوب هستین شلو خوب هستم بخیر سلام خود چیه او بیده؟ احمد جان شما از کجا آمدین؟ از دشت برچی اومدیم از دشت برچی برای کار اومدیم برای کار اومدیم امروز پنجونی به صبح اومدیم پنجونی به صبح اومدیم باشه تا چه وقت خلاص میشه یا نمیشه تا که خلاص میشه خب روی مردم چطور است برای تو والله خوب است دیگه عالمی عروسی اینجا با عروسی شما چی فرق داره هیچ فرق نداره برادرانه است نه همین رسم و رواج رسم و رواجش هیچ فرق نمیکنه یکی است خب مرام یک گپ اومد که یه دنگ و دل نیست خب بگم خواهد یک کمک سیستم ملایی سیجا آه فقط بیشی نان بخو دعا کو یک تبریکی بته برو بخی آه باز دیگه جای او طرف های منطقی ما و شما خو یکان دمردن خب موسا جان از کارت خوش هستی؟ آه شمال هم هست قدر مزایمت میکنه صدای ما رو خراب میکنه تشکر از شما موسا نه احمد سلامتی شما آه موسا خونجه ششتا تشکر از شما هم اینی برنج پس مانده است این برنج پس مانده است. ایره چی میکنن احمد جان؟
یره کسایی که گاو مال داره میبره برای گاو مال خود، گاو مال خودش میخره دیگه. ملک قریام خوب گاو مال زیاد دارد. حتما از اون زیاد نمیشه با ما و شما. آمیش. اگر نه یک جی یک ذره خلطا رو پر میکردیم با مرغا میبود. مرغا باز دو تا دانه تخم میته او زمان. آخر پلاو که بخوره مرغ میگه دو تا تخم میته، هر تخمش هم دو تا زردی داره. آه شاید سه تا میته. خیلی مرغای منطقه شما سه تا میته است. حتما. اینی بچه هایی که شما در اینجا میبینین ای کلشان کاریگرها بودن که اینمی پلاو ملاو کل چیز توضیح کدن این حال ششتن چای زده میرن ماندگی خودا میگیرن. خدا کنه که صدای من رو درست شما شنیده بتانید. نمیتونن شنیده نه؟ میتونن شنیده؟ شمال است اما چارام نداریم. تو زن معرفی کرد تا نوم دیرات باید؟ فضل حق ما. فضل حق. تا چه کار که بودلتا؟ بنده غوری بودم را بودم. فقط غوریان تا دی انتقال ورکه. آ ډیر که سړې سوي څنګه ناستړې خونه ډوډۍ دوه خوړه او څه کاروبار کوي بیا موټر چلو ما موټر دا شاد څه کوي نه متر زوی ده د تر زوی ده اصلي وو نام د سبيخي اصلي نو وو کلک کلک آ خیر سه مننه او تر ته وای السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې راته وای امر جوړې دې مانو ما اين اولاد اورره اين الله اين الله اين الله باقر زاده پیژنه نه رو را از خواهی نپیشنم انترنت که این الله با قرزاده بولی کم یا اقدم ایرانی سوریال ده ده چی بود نام ازو؟ سمد آقا بیا اقا سر یا ملگره ده این الله با قرزاده این الله با قرزاده را اگر شما دیده باشین ده سوریال سمد آقا واقعا حالیست. تا چه کار که بودلتا؟ والا رو را هم ده غوری و موری و شهر نمره دی ما دی ورور واده ده ده آجی صاحب ده پلار ده؟ آجی صاحب می پلار ده. تو کلنه؟ زیر به ایم های پینزی ویشت کلن پینزی ویشت کلن آقا وقت سی منگ آجی صاحب سر لیدلی و دانو بیخی وڑکای و کنه رحنومات آقا وقت که در آقا ایم ها و لیدلی میو رحنوما خو او لیدلی میمی دیر بلقا می پسی رکی آقا بیخی وڑکای ام ازنو و سر میمی سپینسو و اما واده می نست تر بوسه نده دیکرده ایوان غط مشکل میم در خدای می ربان از با شویست در کما گوندی دی وست در غط غط ملایان دی شویست را که به درد بنا لگیده در کوشش بس را وارم ایتا سو چنگا نوبت ایتا ده که ایتا نوبت تیر سوی نه دی ما نوبت تیر سوی ده واده دسته خیلی ما شمان دی یو زوی مسته یو دیختر پا ورس پیدا سوی بود نوم ده چه اختر گل که اختر مامان نه سودایس می نوم بی سودایس که ایزر مدرن نوم دیگه ایتانم چی ده؟ نیمانم این نولا ده ای او رکتی این نولا و باقی ما زین بیخی خرابه ده خواه ترا تو وایا نوم دی اول؟ نوم محمد حامد ده محمد حامد چه که گیدی او بل؟ تربرون یو قامی است سالی چون از مکل ری؟ یارا منگ بایارا یو نهلاس جری بلار نهلاس جری بلار دی پلار؟ دی پلار نیکن ترمو سا ویش سوای نده ایتا شکور کنو؟ نه ویشم نده او باقی این نولا ایتا چون از مکل ده؟ یا رای به او تجربه بی های کم ادن و دی من کم ادن عبدالحی اونا من باغ جور کرده ده ورورا اما اغا ام دونه ده؟ او باغ ام دونه ده ده درست ده دی آجی صاحب ده زمک ام دونه کی گی؟ یا رای دیرس پینزه دیرس جربه بی بیا خو ورونه دی تقسیم کرده نده ای طول ورونه بی چو ورونه ای؟ او ورونه دی او ورونه نامو خدا آجی صاحب خو یا واده ده؟ دو وادونه کرده بیاین کنال بریم ای طرف بیام سلام او رو زمرای عبدالحی معرفی شدین شما در برنامه قبلی که در قریه چونغر زندگی میکنن ما براتون گفته بودم که 12-13 سال پیش یادم ریش شام سیاه بود سر شام سیاه بود آل بیخی هم استایلای ملنگی میزنن ملایی هم دسته نده؟ هم دسته ده ملنگی اختیار کرده میده در درسونه مرسونه دی میلی که یار نه درس میده فقط اکتونه ای که بی درس مرس میده ده بیره نن زمانه که دی ملایان و اغده وقت دن و کنه تو اوست وقت پا منگه تیر ده ریختی هاوی خواه واده چنگه بود خونو داگه دوم ده ده سحنه که وی نو ایتا سی ودون همیشه هم دستی همیشه هم خود نن داگه باد و دود و مدو را خرابه که کنه کنه منگه دیر خدا ده طرفکی خود دیر خ واده یو دیر خ رسم رواجی تر اوسه پاته سه ناوی پس لارسی سو ناوی پس وزو سو غزی دغه د خلق خلق له ما جمیل منظر راسی دتی زو بله مردم به نماز جمعه رفتن از نماز جمعه وقت براین بیاین بعد از او باز میرن پشت عروس
ایجا دیگه پیشترم براتان گفتم که دنگ و دول و گپا اصلا نیست. وقتم نبود. از گذشتم در اینجا دنگ و دول نبودن. نان بخو، دعا بکو و تبریکی بگو. عروس بیار خلاص. اینم قبول عروسیش. د میلمانو لقدر وسی میلمانه خپانه سی دغه لګه دنو دی اطراف واده اینو وټول موټل کې نسته از کوم یو کډه سی جای ما ونه لري به وټل کې واده وکړه. دوستان عزیز، قرار بود که ما با جمع همی کسایی که شامل مراسم عروسی هستن بریم به قریه بالاتر از اینجا و رسم و رواج همی است که در اخیر محفل میرن عروس هم میارن به خانه شاه. بالاخره اونموج است که مراسم میسپله و هر کس میره طرف خانه خود. مگر فکر میکنم که اینا تا زمان کاماده میشن کم وقت ناوقت میشه. ما مسیر زیاد طولانی را باید دوباره پس به طرف دفتر بریم. نمیتونیم امروی از اینا بریم پشت عروس و دوباره پس بیاییم و همین مراسم هم به شما تصویر بسازیم، جزء گزارش خود آماده کنیم. به این خاطر ما از اینا معذرت میخواییم، از شما معذرت میخواییم. در همینجا گزارش خود در منطقه چونغر ختم میکنیم. در پایین اگر با کدام سوژه برخوردیم حتما بازم ادامه میتیم گزارش خود. در غیر از او من یک جای دیگه تصمیم دارم که بخش آخر گزارش خود را در اونجا آماده بکنم. او هم مربوط میشه بر رسم و رواج و بعضی گپای ارزشای وجود داره که مربوط به او را نمیگم براتان، بعدا میگم. پس بیاین که با هم بریم ببینیم که ما و شما به کجا میریم. من خود میفهم کجا میرم، شما هم ببینید که ما به کجا میریم و ادامه گزارش شما چه سوژه را ترتیب میکنیم براتان. دوستا سلام، مانده نباشین و خسته نباشین. یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم به ادامه گزارش های اجتماعی ما. امی لحظه در زیارت سخی قرار داریم که در کارته سخی شهر کابل موقع دارد. جمع و جوش مردم ما را میبینین که چقدر زیاد است. کودکا، نوجوانا، جوانا، بزرگا، میانسالا، حتی کهنسالا، زنا و مردا. تعداد زیاد مردم ما، خصوصا مردم اهل تشیع ما، امروز به زیارت سخی آمدند.
میگن امروز 18 ذوالحجه عید غدیر خم یا عید الاکبر است. در این مورد راستش من نمیفهمم چیزه. امی لاف زدنش هم خوب نیست. من چیز نمیفهمم. آقای حجت، یکی از بزرگان مذهبی اهل تشیع در افغانستان به ویژه در کابل هستند. شامل مراسم هستند فعلا، تعداد زیاد وطندارا جمع هستند. بیاین کمی تمام گپا را از اونا بپرسیم. من هم معلومات ما در رابطه به امروز اضافه بکنم و شما هم اگر زیاد نمیدانین در رابطه به امروز، در رابطه به عید غدیر یا عید الاکبر، شما هم معلوماتان اضافه بکنین. با ما یک جا شوین، به می بهانه دیدن گزارش معلومات به معلوماتتان بیفزایین. بله دوستو، اما قسمی که گفتم من در رابطه به مراسم امروز چیز نمیفهم، اما قدر میفهمیدم که براتان گفتم. اوجد صاحب یکی از کسانی که خودشان خود معرفی میکنه براتان. بسیار زیاد تشکر که فرصت دادین بر ما تا چند دقیقه امروی ما صحبت بکنین و معلوماتی که در رابطه به امروز از امروی وطندارا شریک بسازین. اما در ابتدا خوب است که مردم شما را بیشتر بشناسن. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. بنده سید کاظم حجت، رئیس کانون فرهنگی زیارت سخی می باشم که همی مجالس و برنامه را همیشه ما ترتیب می دهیم و زیر نظر ما برگزار می شه. امروز 18 ذوالحجه است در تقویم قمری ما و شما، یعنی در تاریخ اسلامی امروز 18 ذوالحجه است. 18 ذوالحجه تاریخ اتفاق یک رویداد بسیار بزرگ است که در فرهنگ ما شیعیان خیلی اهمیت داره. ما در 18 ذوالحجه معتقد هستیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که از حج برگشتن، آخرین حجشان بود که حجت الوداع نام گرفت، و در حجت الوداع وقتی که پیغمبر نزدیک یک مکانی شدن به نام غدیر خم، غدیر به جای میگن که یک گودال، یک چقوری درست شده و اونجا آب باران جمع میشه، به او به عربی میگن غدیر، او منطقه را غدیر خم مینامیدن. پیغمبر اینجا توقف کردند، به همه مسلمین گفتند که شما اینجا توقف کنید، کسانی که پیش رفتن برگردن، کسانی که پس موندن صبر کنید تا برسن. از عظمی اجاز شتران پیغمبر یک منبر بزرگی دست داد که درست بشه تا بتونن بالای منبر برن و برای همه سخنرانی کنن، و این رویداد را شیعه و سنی نقل کردن، همه قبول دارن. پیغمبر خطبه طولانی خوان و در طی آن خطبه امیر المؤمنان را جانشین و خلیفه خود اعلان کرد و فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، هر که من مولا و اولا به تصرف و سرپرست او هستم، پس علی مولا اولا به تصرف و سرپرست او می باشد. بعد از آن که خطبه پیغمبر تمام شد و امیر مؤمنان به عنوان خلیفه پیغمبر اعلان شد، مردم آمدند، بزرگان اصحاب خلفا آمدند با آقا امیر المؤمنین بیعت کردن، از جمله خلیفه اول مسلمین ابوبکر صدیق، خلیفه دوم عمر ابن خطاب آمدن نزد امیر مؤمنان و فرمودن بخن بخن یبن ابی طالب، مبارک باد مبارک باد ای فرزند ابو طالب که امروز تو مولای من و مولای هر مرد و زن مؤمنی گردیدی. و حتی زنان آمدن که بیعت کنن، تشت آبی گذاشتن، زنان دست خدا به یک طرف تشت داخل کردن، امیر مؤمنان علی بن ابی طالب به طرف دیگر داخل کرد و با امام علی بیعت کردند. به همین لحاظ این تاریخ برای مسلمین مخصوصا ما شیعان خیلی اهمیت داره و در روایات اهل البیت به عنوان عید الله الاکبر، عید بزرگ خدای متعال معرفی شده. بسیار خوب آقا صاحب، تنها 18 ذوالحجه را مردم تجلیل میکنن و یا بر دو سه روز ادامه داره؟ خود 18 ذوالحجه را تجلیل میکنن، تا 3 روز میره، حداقل تا 3 روز تجلیل میشه. همه مساجد و تکایای ما این تجلیل میکنن، در بعض کشورهای دیگر تا 10 روز دهه غدیر میگیرن. آقا صبی سال آخری، روزهای محرم
امو مراسم خاص خود را دارن که مردم ما در افغانستان و در تمام دنیا خصوصا مردم اهل تشیع ما و گونه های مختلف او روز را تجلیل میکنن، خصوصا در روز محرم را. کدام مراسم خاص در عید غدیر هم وجود داره؟ از جمله اعمالی که وجود داره، خب نماز عید داره که فرادا خوانده میشه، با جماعت خوانده نمیشه. در روایت اومده که در این روز ما روزه بگیریم ثواب داره. و یکی از اعمال خیلی مهمی که در روز هجدم ذوالحجه اتفاق میفته برادر خواندگی است. میآیند کسانی که میخوان با گرده برادر باشن، در این روز او شخص به نام برادر خود میخوانند و عقد اخوت خوانده میشه. یک عبارتی در روایت ما آمده که در این روز مستحب است ما یک مؤمن دیگر برادر خود بخوانیم. این از مهمترین اتفاقات روزه، روز برادری و اخوت. آقا صاحب، یک شوخی هم یک سوال هم، همین چیزی که در تاوان تست در تاوان تست هیچ نگفتین در رابطه با او عرف و فرهنگی که وجود داره. بله بله، ببخشید من یادم رفت، چون دیگه جیبایم خالی شده. جیب که خالی شد فکرم نمیتون آدم. یک رسمی که از قدیم است، در روایات نیامدم اما از قدیم الایام است، ساداد اولاد رسول خدا در این روز به مردم ایدی میدن. معمولا یک مقدار پیسه میدن، مقدار پیسه مهم نیست. در قدیم دو روپگی و یک روپگی بود، حالا خواهد چه ناچل شده به ضرر ما شد، در روپگی را میتن. اگر پیسه هم یک چاکلیت میتن، چون که میگه جد شما امیر مؤمنان است و در این روز بنان خلیفت و رسول معرفی شد، شما به ما ایدی بتین، یک طور به ضرر ما شد. باز دیدیم مثلا ده افغانگی یا 20 افغانی یا 50 افغانگی که ایدی گویا خصوصا سادات ما میپردازند، امضا هم میکنن. بله، امضای خود نمیکنن، در او پیسه کاغذی یک تاپه میزنن که در او تاپه معمولا نوشته شده عید غدیر مبارک باد و او پیسه را میگه مصرف نکنید. بزرگان میگو پیسه را در بین پیسایتون بگذارین که باعث تبرک میشه و موجب ازدیاد روزی میشه. این پیسه را نگی که من برم مصرف کنم. بعضی از ما میگه آقا یک 50 بده، یک 100 روپی و بده 150 روپی، خود که نمیشه چقدر مردم بیتی. اما دو روپی، یک روپی، ده روپی را در بین پولایت نگه دار، به برکت امیر مؤمنان این عقیده بین مردم است و بزرگان که موجب برکت در مال میشه. یعنی تبرک است. بله تبرک است. بسیار خوب، یک بار دیگه عیدتون مبارک. حالا که میگن جیبا خالی شده، برای عید آینده قرض باشه انشاءالله. دو تا برای ما نگاه کنین، از امیال میگم الان میدن امیل لحظه، امیل لحظه. باز کدام امضا و موره هم امضادارش نمونده شاید قلم ندارین امضا کنیم؟ قلم امضا میکنیم. یکی عمود درست است. بریم اونجا، بریم میریم. علی مولا گفت هر کی مولای و منم باید، بعد از این جویل و رضای علیه. علی مولا گفت من دانم و خدا داند قدر شعن و مقام و جای علیه. علی مولا نوایان و مستمندان بین به در خانه و سرای علی می دین خاتم سلیمانی خوش به حال گدا گدای علی. علی مولا درد یار دردمند به درمان خوب میگردد از دوای علی. علی مولا خوشا جانی که جانانش تو باشی. علی مولا خوشا رایی که پایانش تو باشی. خوشا چشمی که رخسار تو بیند. علی مولا خوشا دردی که درمانش تو باشی. دردی دردمند بی درمان خود میگردن از دوای علی. کاش بودم مقیم خاک نجات تربت پاک و با صفای علی. نام علی بر صفحه جانم نام
بود در نظرم زشت، ای مولا حل شود از نام تو هر مشکله، نام علی علی یا علی. در هر ذکر نبی نام علی است، یا علی یا علی یا علی خدا بلند سلامات. یا چند لبک به علی مولا میگه، لبک یا علی، لبک یا علی، لبک یا علی. آماده است؟ بله. اما ما چقدر خوشبخت هستیم پیش از اینکه آغاز به جای خود برسه، حتما اونجا کدام واسکت و پیران دیگه شما سجیب بکشه، خداوند ما را قدر دوست داشته که دمیجا پیدا شد. بله دیگه، توفیق الهی حتما برای شما بوده. عید سعید قدیر برای شما، خانواده، همه همکاران، جامعه اسلامی ما تبریک عرض میکنم. یک توفیق ناچیز از طرف ما به شما. بسیار تشکر. یکیش کافیز دیگه چون تبرک است، یکی دیگه شو به یک خوشبخت دیگه بدید. آقا سر بسیار تشکر، خوش شما رو بیم. سیفا مصروف هستین، انشالله در گزارش های بعد اتمن از شما خبر میگیم. انشالله ما خوشحال شدیم با شما آشنا شدیم و از ما این برنامه شرکت کردیم. سلامت باشید. خدا حافظ. خدا حافظ. بله، 18 ذوالحجه عید غدیر خم یا عید الاکبر بر تمامتان مبارک. شما از ابتدا شاهد هستین، ما گفتم در این مورد نمیخوام، اما آقا صاحب چنان گفتن که من فهمیدم، یعنی خیلی خوب وضاحت دادن. آرزو دارم شما اگر نمیفهمیدین شما هم در این مورد فهمیده باشین که چرا 18 ذوالحجه را عید غدیر خم و یا عید الاکبر میگن. اگر خواستین بیشتر تحقیق بکنین، که ما هم میخواییم در این مورد زیادتر تحقیق بکنم، باید من چند کتاب بخونم. از شما هم خواهش میکنم که چند کتاب در این مورد بخونین تا بیشتر بفهمین. جمع جوش زنا و مردا در کل خانواده ها امروز چنان است که حتی روز نوروز یا روز سال نو هم ما شاهد چنین جمع جوش مردم نبودیم در کابل، خصوصا در کارته سخی و در زیارت سخی. بخش زنانه یا دروازه که مربوط به خانم ها میشن او طرف، شما میبینین که هم برآمدن زیاد است هم داخل شدن به زیارت زیاد است، و بخش مردا یک مقدار کم رنگ است. چون یک تعداد زیاد مردا اینجا نشستن، کسانی که منقبت میخوانن و منقبت خانی گوش میدن اینا، بین کمی نزدیکتر برید.
و کسانی که مانند اینا خدمت میکنند. صافی به دستشان است، زینه ها را صافی میکنند. کارش خلاص، ما باید ازش بپرسم که چه احساس داره زمانی که زینه ها را پاک میکنه، یک جای مقدس را، و خصوصا بر مردمی که امروز در این رسم اشتراک کردن. خدا خیرت به تاول، نامت بگو. سمیع الله. سمیع جان، کی وظیفه داده برات کی جره پاک؟ زیارت از کارمندش هستیم میجا. کارمند زیارت هستی. خب. چی احساس داری؟ چی فکر میکنی وقتی که پاک کاری میکنی؟ دیگه هم تو دل بیغم، دیگه هم تو زیارت هست، دیگه باید هم پاک شوار دی. دیگه چی کار میکنی؟ دیگه هم میسر رنگ هستم، بوت رنگ میکنی. بوت رنگ میکنی؟ اینجا را که پاک میکنی کس پیسه چیز میتنم؟ نه دیگه تو نیستم، دیگه جای ماست، دایم جای ماست اینجا میشنه. اینجا میشنین بوت رنگ میکنی؟ به خاطر که بوت رنگ میکنین کس ماشون برتان نمیته و خودتان به دل خود. جای کار خودم است اینجا. به خاطر که جای کارت است پاک نگاه میکنی. تشکر. قبول. آفرین است. و این نفر ها خدمت میکنن که بوت نگاه میکنن. سلام. انشالله خوب هستید. کارتون هم بکنین. چقدر وقت شما مصروفی کار هستید؟ ما 7 سال میشه. 7 سال میشه. پیشتر بر مردم گفتم امروز یکقدر مردم آمده که تا روز نوروز رو من ندیدم یکقدر آمده باشه. روز عید قدیر هم امروز روز عید قدیر مرا بود؟ عید قدیر، عید قدیر در نوروز مردم زیاد آمده بود یا حاله؟ والا این چند سال از نوروز که امسال امروز زیاد در چند سال کم اقتصاد ضعیفه نسبت به نوروز در عید مردم زیاد آمده؟ از نوروز ای بوتاره که نگاه میکنین پیسا میگیرین؟ این یا شکرانه زیارت در که داد میگیرین؟ اگر کس داد میگیری در غیر از اونه؟ نه خاص برای خدا جمع میکنی؟ او نگاه میکنی؟ نگاه میکنی. نامتون بگو؟ سید تقی حسینی. سید تقی حسینی، از جمع آقا صاحب هستم. بین و اینی دخترک نظر دار، یک دانه برمان بتین. برمان بتین یک دانه. خب، این خورما را کی خریده؟ کاکای. این نظر است؟ ها. از کجا آمدین؟ از کابل. کجا؟ از چارقلا. کدام چارقلا، وزیرآباد یا چاردی؟ چاردی. چاردی. خب، امروز چی گپ است؟ امروز آرسی مومالی. چی؟ آرسی مومالی. خب، بسیار خوب. امروز کی آمدین؟ امروز کاکای ما پدر. امروز کاکای ما بیادن. خب، چی وقت میرین باز پس خانم؟ چند دقیقه بود. ساعتان تیر شد اینجا؟ خوش هستین؟ آفرین، تشکر. خیلی شما این خورما رو بگیرید. نوش جان شما. داخل زیارت ما رفتم، بسیار تاریک است، یعنی تصویر خوب ما نمیتونیم بگیریم، با او خاطر مجبور شدیم که همینجا به ادامه گزارش کرد به ادامه گزارش کرد ادامه بتیم. این نفر میفهمین از کجا آمده، مگر همی چریش به او طرف ها نمیمونه، میگن ما از جا آمدیم، هنوز هم باور من نمیشه. انشالله که خوش آمدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجازه است برای دوستا یک پیغام بگم؟ من هر چی میگین بگو. Hi everyone, we are right now at Sakhi. We're having a lovely time. I just want to say hi to everyone. As you guys know, we will see Humayun all the times. He's a great YouTuber. I just want to say hi everyone. Can see us there. You have a question for us? So all that, Ibarama? Hey, well, besor tashakkur. چقدر خوب گفتین. اون او خارجیگه کام این حالا میفهمن گپای ما را نه؟ بله. شما از امریکا آمدین؟ ما فعلا از امریکا آمدیم. بله. از امریکا آمدین. چند روز میشن؟ یک دو ماه میشن. چطور میگذره کابل؟ بین راستانه بگوین. الحمدلله خوب است، اگر باید تغییرات بیاریم دیگه و ریش میشماندیم. مثلا ریش ماندی، پیرانتنبان پوشیدی؟ کسی گفتید که ریش بان و پیرانتنبان باید بپوش؟ خب بخاطر میگه دنگ دنگ کلش یک رنگ. بخاطر شرایط و فرهنگ گپا خودت نگه کن باورت نمیشن. با او خاطر باید مثل زمانه باشی، مثل شرایط باشی.
چی دیگه آزاد بگردی در چک پوینت ها ایسوسو کسی کار نداشته باشد. کدام وقت کدام مشکل پیش آمده؟ نه الحمدلله هیچ مشکلی. دو ماهی کامدی؟ نه هیچ مشکل پیش آمده. امروز میگن عید غدیر خم است و شما در این مراسم اشتراک کردین بعد از چند سال بعد، چطور میگذره؟ چطور یافتین؟ ما خو واقعا امروز برادر ما جی اومدم گفت بیا که امروز عید غدیر است دیگه، امتر اومدیم باش ببینیم چیکار واسه چیز خوش میگذره. یا بیوتیفول. آب و هوای و وطن شما خوب است یا وطن ما؟ وطن امروز عوام خوب است. هوا خوب است دیگه، هیچ جای وطن نمیشه، افغانستان نمیشه دیگه. هم یاوش کس یک دنیا ارزش داره. راست میگی. خودتم که رفتی سفر دیدی دیگه، هر جای که بری وطن وطن است. تن وطن است. وطن وطن. هر کس در موردش نمیفهم از ما پرسند بکنه. نه ما خودم خیلی شهر گشتیم، از جمله ترکیه، کانادا، تورنتو. همین دوستایی که اونجا هست کلگش بگه وطن. دیگه فقط کم مشکل امنیتی و پاس حال الحمدلله مشکل امنیتی هم خوب شده کل چیز. از دوستا خواهش میکنه هر کس میخواد به آزاد بیا بره. هیچ بسیار تشکر از شما. سلامت. خدا نگهدار. سلامت. و سرخ کشیدی بردی. نامتان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نام بنده مجید است از ولایت کابل. مجید جان از کابل. بله ما امروز این مراسم اشتراک کردیم. بسیار خوب. چطور میگذره؟ والا خدا رو شکر ان شاءالله که مهر و محبت و دیانت ان شاءالله در کشور زیادتر کنه، ان شاءالله ریشه تعصب یک روز از بین بره و تا بتونیم زیر سایه صلح و آرامش رفاه همه دور هم دیگه جمع بشیم. ان شاءالله کسایی که به ملک خارجم رفته ان شاءالله یک روز پس بیایم به خاک آدم. خاک آدم که از کشمیر است، هیچ جای خاک آدم نمیشه. در همین مکان مقدس، در همین جای مقدس میگیم که لعنت به متعصب. والا هرچند که لعنت برای شیطان است، برای انسان است، ولی انشالله که خداوند همه رو من میگم متعصب از شیطان هم بتر است. صد فصد انشالله که خداوند ریشه تعصب یک روز از کشور از بین ببره. من امروز خوشحال هستم که جناب آقای همایون افغان، یکی از مشهورترین خبرنگارهای کشور ما، یک جای خوشبختی است که انشالله ما شما را از نزدیک میبینیم. بسیار تشکر. همیشه همتو مرا تشویق کنین. کتا کتا بگین. سلامت باشین. خدا حافظ شما. سلامت. خب اینا رو خودتون بگو نام چیز. سعید مصطفی. سعید مصطفی. ما یک سعید ایج نمیگم دیگه، خداوند ببخشه. سعید مصطفی کاظمی رو میشناختی؟ نه خیر. خب نمیشناختم. بر چی اومدی؟ بر زیارت کردن در سخی. از کجا اومدی؟ از پشت سخی، از پشت زیارت. او در مصر کوز خونیتان؟ های کویستین شما؟ آه به شکل است. چقدر پتایت ماکم ماکم باشه؟ هر قدر پیاده گشتی کنی هیچ مانده نمیشی؟ نه به خاطر که تمرین کو بالا شدن و کو پایین شدن نداری. مکتب میخونی یا نه؟ آه آفرین. صنف چند استی؟ صنف چهار. صنف چهار به شکل است. مکتب میخونی یا میخوای علاج بودی؟ نه میخونم. باز میخوای چی کارا شوی؟ میخوام قاری قرآن شم. قاری قرآن خو میشی بخیر. از طریق مکتب خلاص کنی پنتون بخونی باز میخوای چی کارا شوی؟ دکتر. دکتر. دکتر چی؟ دکتر جلد. دکتر جلد. آه باز یکم که دوا بتی بر از اون بچه که جلدش داره خوب شفا شد. صحیح؟ آفرین. امروز چی گپ هستی جان؟ امروز جشن است. جشن عید غدیر. جشن عید غدیر است. این او مردم جشن عید غدیر است. عیدت مبارک. عیدت تام مبارک. من عیدی من. چی رقم آقا صاحب هستی که تو آقا صاحب ها میگم نداره تام نداری؟ چی رقم در کوچه هستن چپ کنم ایداره؟ خیمه بتم؟ نه. صحیح است نفهمید. تشکر. بودی سایو که ازتون مصاحبه کنم؟ دکترها چقدر لباس مقبول دارن. الان یک تانی طرف هم بیاین. بیا 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 بیا. یا هر دوی تانی یک جای استاد شوین. اینی جا این حالا اینی را کدام تان کلان هستین؟ کی کلان است؟ ای کلان است؟ خب آفرین. این حالا اول نامت میگی با من؟ نام چیز؟ نیده که خندهش نباشه. خندهش میگیره. این مگه میتونه گپ زده؟ هر دوش میتونه؟ اینا سه کی؟ باش نام چیز؟ چیز نام؟ سنا. دیدی که این گپ زده میتونه؟ اینا لوام میتونه. نام چیز؟
اسما. اسما و سنا. هنی؟ کدام تون کلان هستین؟ اسما. خب، اینا کلای کی خوب شست خیلی؟ کلای کی خوب شست؟ کلای اسما خوب شست یا کلای سنا؟ کلای سنا. سنا خوب شست؟ آفرین. کی خریده؟ اسما. از کی؟ کلای اسما. اسما. خیلی نالی کلا را کی خریده براتان؟ کی خریده کلا را؟ بگو. کی خریده کلا را؟ این اگه اب نمیزنن. کی خریده کلا را براتان؟ بگو دیگه. پدرش؟ پدر. پدرت خریده؟ آفرین. امروز که پدرت شما را به سخی آورده، چی خریده براتان باز؟ چی خوردین؟ هیچی. چرا برات یه چیز نخریدی؟ آیسکریم خوردین؟ اینه خیلی. چرا میگی که نخریدین؟ نام بد است. اینال کرفتین پدرت ما کم میگه بر ما شور نخود بخر. خوش داری شور نخود؟ خب برین بخیر برین. از داخل زیارت بیرون آمدیم. امروز کاروبار دکاندارا یا فروشنده ها هم خیلی خوب است. اما تو راست نه؟ ما بیاییم اموجه یک دفعه. بیا بیا بیا. سلام. اینه باش که من بالا شو موادم. قراری سن شو؟ خوبستی بخیر. شو لول دیم. خوراکایی تا بکو دیگه. بیال از اول از پایز نمونی بود. اول از پایز نمونی. چطور بازار شریخ امروز؟ شکر از فضل خدا خوب است. کار خوب است. نسبت به دیگر روزانه؟ نسبت به دیگر روزه خیلی خوب است. امیار یک دقیقه که بخوره ایجا مردم جمع شو با فایده شما. بیا از دیگه شما ما از خدای تو نموت یک شرایط هم میخواییم. شرایط هم میخواییم دیگه. خب. امروز روزی دقیقیر است. اینا رو بر صبح و دیگه صبح هم ادامه خود داشتی مراسم یا نی؟ مراسم نه دیگه یک روز است دیگه یک روزی دست خلاص. دم یک روز دیگه قصور چند ماه رو باید بکشی؟ والا دیگه حالی که خاطر که چند ماه دیگه باز خواه میباشی؟ نه دیگه چند ماه که نم بشه بر یک چند وقت خوب است دیگه. بر یک چند وقت؟ آه. یعنی بر چند وقت مردم رفت آمد میکنن؟ آه دیگه هست دیگه ترجمه را خوب است. مثلا این عید غدیر شد برای یک هفته دو هفته را این مراسم ادامه داره. وقتی نوروز داره مردم باز دیگه دمو قصه برای چکر نه دیگه اینجا برای نوروز میشه برای یک چل روز او ادامه داره. آه. این موضوع محرم میشه. محرم دیگه محرم باز از ما پرچه هستیم. پرچه هست؟ غیر از نوروز و عید دیگه کدام وقت ها مراجین دارین؟ دیگه چند تا دیگه هم هست دیگه جشن امام زمان هست. اینی که باسه اینو بگی یک قاشق شیریخ بتیم دار دفعه ما در خدمت از بیش میخواه یک قاشق زیاد نیک وقت نداریم نه ده او نه ده مقاشق کشکو خلاص مره بتی اما تو بگیریش اما تو بگیریش بینه باشه داره قیماغ هم بیاییم بری ده نه گو قیماغ چی میکنی بیا اواید اواید دانت رفت خاله بخیلم والا بیچاره نه دانه خدا خوش کرده رئیس نه والا خوب شد نه خوب شد ما بهترین شریخ های افغانستان خوردیم شریخ کامی جلال آباد شریخ چارکار شریخ شهر مزار شریف شریخ دیرات نخوردیم این سه شریخ دیگه نام داره مگم این شریخ هم خوب شد این یک قاشق دیگه هم میگریم این کلگی چست خودی چست بودا یک خواب پردون به ایمان ما باشه با خدا ناوقت است کار تا کده برو دیگه که خلیفه دامت سرد کار شده لالای مسته زده برو دیگه این حال خلیفه جان بیا نه خود تو کارا نکو کتا ما بیا بعد که دگره باشه والا گپ بزنه باز روز که بیکار باشی با صدا میکنه او گپ نیست جان جور است با جان جور است روز یک رقم دکش هست نه ها ما خداییم بکش هستیم به زور خدا همین روز که کمک کمی چرختان بلولا بازو روز که بخی دگر رقم نه او گپ نیست ما سنگچل سخیستیم بدر
تولد ما اینجا شده اینجا هستیم بیادر کدام گپی نیست خدا خیرت بده بچه کارتش سخی آه بچه کارتش یک دفعه دیگه ما شما گپ زده بودیم 100% آه یک دفعه دیگه بالا گپ زده بودیم با شما او بیدر ریشت سفید شده او ریش ما خوبی هست سفید شده ولی خوب بیدر ریش بابی آدم هم سفید آه بود رامه هست دیگه نگو خود دا آینه دیدی یا نه راست میگی خود سایکو چند سال هستی تو اجوان چند سال هم یایم کی؟ زیاد باشی چل دلیازه کدو دل مارندم چی بگی تو؟ باید نه بیدر چی لفت سال هست؟ خیمه بسیار خورده هستم بخیر آله خب ما کسی نیستو سایی میکنم ریشت سفید دل مارم اندازی ریشت سفید هست؟ قصد میگیری که ما گفتم ریشت سفید نه او گب نیست ها مصروف چی کار هست خودت؟ نه نمی شور نخود هست کباب هست شب دیگه سرپرستی میکنی بچه ها؟ اینیم فعلا نمیتونست ها ولی امروز آمدیم دیدیم کمی کارک شما جور است یک قدر خوش شدیم به خاطر که در روزای دیگه می آمدم ایجا پشام پر نمیزد امروز ایدی قدیر است و بدن ایدی قدیر است امروز خوب بود به نوروزان بد نیست در نوروزان بد نیست ها خوب است بد سعیدت مبارک ایدی خودت مبارک مسئله ایدی ما چطور میشه ایدی خوب باز ما سعید نیستم ایدی سعید سعید که باشم اینجا یک سعید ما داریم تیره خدا میاره خدا ما سعید چی شد؟ اونا بیاره بدن ایدی ده آقا ایدی ده بیار اونا بو؟ راست بگه یا درو؟ راست بگه؟ بیار دکر دکر را پس دوبان گفتیم نمیده دیگه اینا چی کنیم؟ میتا ساعت فی ساعت به تدرو نداره که لطا بسیار تشکر قربانت خدا کنه همیشه بیایم و اینم تو روزگار جان سلامت باشی خدافز 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 حتا نگریزی از ما که ما از یادم فراری یک نفر فرار کرد بس است فرهنگ مانده شد خاله گپ بزنیم مردکیت اجازه داده گپ بزنیم بیا دیگه امیره بگو بر ما بیا دیگه گوشه بیا دیگه گوشه بیا تو امیره کسا کو بیا خو خاله از کجا آمدی اولی را بگو از این کارت سخی در این منطقه کارت سخی زندگی میکنیم بله امیجا زندگی میکنیم امروز امرای اولاده آمدی امرای همسایی ما آمدیم امرای همسایی بله اونا می آمدن شما را ما آوردن؟ ما را ما آوردن برای بریم دیگه می آمدیم که یک ذره تفریح کنیم همو ببینیم ساتان تیر شد؟ خوب است دیگه خوش گذشت؟ هیچ وقت از افغانستان ما کدام خاطر خوش نداریم کدام زندگی خوشی نداریم چرا؟ چی حالت از برات بگویم؟ قیمتی به اوج خود رسیده است نارامی به اوج خود رسیده نه امنیت امنیت چطور است امنیت خوب نیست خب اگر امنیت داریم بگوییم نان نداریم اگر امنیت یعنی امنیت است و مسئله نان است دیگه نان است هوا است تمام چیز است برات بگوییم دیگه مشکلات است دیگه برات بگوییم دیگه ما مشکلات دیگه کلاگی سر تا سر افغانستان خبر داره خدا بزرگ است بیشک برین خدا حافظ همین که خوش گذشته همین سعید شما مرام باشید خدا خیرتون بده بیاین که بریم پیش آقا صاحب آماده است که برای ما ایدی بگی دیگه بیادر شنگ تنشان بوده خیلی عرض سلام احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز نگه اید برای همه گی تبریک میگم اید قدیر خوم است دیگه صحتمندی و سلامتی همه گی تانه خواهانم خوشحال شدم همه اینجان هم دیدم امروز اتفاقی یک روز همون اتفاقی در ترکیه دیدیم زیتون برنو یعنی امروز هم در قریه دیدیم زیتون برنو دیگه نگو با قریه قریه دیدیم آه. آنه تر کلگی اوجه سفر آه اینه در قریه دیدیم یک روز اما اینجا نه یک روز هم اینجا دیدیم آه باز ایدتان تبریک باشه دیگه صدمندی تا نو میخوایم از خدا باشه تیر تیرک تا نبیار گپ دیگه طرف نبرم و اصل موضوع رو برو سرش اینه من ایدی برت میتونم بگی دیگه اما اینجا نی از خود تست اینه خوی تاپ زدگی گدر ما خو چند نفر هستیم دو تا چهار نفر است پنج نفر هم رای خدا بیاین 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 استاد ادریس شما بیاین آقا صاحب شما بیاین آقا آقا را بتا ایدی نه از ماست رو بیده اینه دو تا کامرمین داریم ما دا ایجا کامرمین تا اینه ما میگیرم اینه ما میگیرم اینه دیگه اینه کامرمین دیگه اینه ایران بر دیگه بعض بیخی پوره شدیم ما کس مانده؟ نه پنج نفر بودیم است برای خدافظ خوشحال شدم کاش که شما رو برای همیشه ببینیم میبینیم بخیر ان شاء الله برای خدافظ شما بسیار تشکر اینا ما تونستیم که چهار از ما دو تا شده دو تاش خواست دو تاش خواست تصویر برداروس یکی آقا صاحب دادن به ما دو تا 20 افغانی ما ایدی جمع کردیم
این مزه میته یا مقصد مردم گپ میتی؟ مزه میته. نه صحیح بود. با زمانتی یه نه. خب. اول. تو چیره تو بودم؟ میرا خدا چشکو بازگم. مزه نداد نه. اول برت فلکو بطی فای. چند روی؟ شیر بتم آلبالو. از کدامش میخوری دکتر؟ آلبالو. آلبالو از کجا آمدین؟ از ایچه از کابل. از کجای کابل؟ از سر شفاخانه فرانسایا. خوب از این پسر علی آباد آمدین؟ آه. آفرین آفرین. کارا که جور بود امروز؟ شکر است. یا نبود؟ شکر است خوب. یعنی راضی هستی از کارم راضی؟ آه. بسیار خوب بسیار خوب. بری بیای 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 کاکا مانده نباشی چی حال احوال داری؟ خیر خیرت دارم امروز میگن عید است عید قدیر است هم خدا قبول چطور عیدی میدی جمع کدی یعنی؟ خدا مهربان خدا کریم رحیم است خانه کجاست؟ خانه کارتسکی کارتسکی دستک تا چی کده؟ مایی بسه بچه ها نیستن؟ بچه ها از طرف های خارج دیگه ایران میران است بابا با کمیز کمک من واید نمیشه چرا خم بچه کلان کدی که کمکت نمیکنن؟ خب یک کاری است که دوران آخر زمان هم دوران آخر چند بچه داری؟ یک بچه یک دوران یک بچه داری؟ هم یک بچه او یک بچه حتما بیچاره یا کمک نمی کنه یا ایست که حتما از دستش نمیشه نمیشه حالا روزگار شما هم سایی سی چهار اولاد هست خب خدا کن بمانه